از اینکه بیننده برنامه عرفانه هستین، از شما بینندگان محترم تشکر میکنم. خدمت شما عرض کردیم که موضوع صحبت ما در برنامه کنونی شرح حدیث لشکریان عقل و جهل است. این حدیث نورانی در کتاب شریف اصول کافی آمده و یکی از گنجینه های معارف هست که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ما رسیده و جا داره که پیرامون این حدیث بسیار تأمل داشته باشیم، تعمق داشته باشیم، تا انشالله بتونیم گوهرهای ارزشمندی را از این بحر معارف که همین یک حدیث به تنهایی بحری است از معارف استخراج بکنیم. در برنامه امروز مانند روزهای گذشته که در رابطه با همین موضوع صحبت کردیم، در خدمت استاد گرانقدر دانشگاه و فاضل گرامی جناب آقای دکتر حسینی هستیم. ان شاءالله از محضرشون استفاده میکنیم. ما عرض سلام داریم، وقت شما پر از خیر و سعادت. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همکاران شما و بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستیم با توضیح یه فقره دیگری از فقرات حدیث شریف جنود عقل و جهل که امام صادق علیه السلام در واقع رهنمای زندگی اخلاقی ما را در این حدیث شریف بیان فرمودند. در ادامه حضرت می‌فرماید والمواسات و ضدها المنع. یکی از فضائل اخلاقی مواسات و نقطه مقابلش اینکه انسان به دیگران نه تنها مواسات نکنه بلکه دارایی خودش رو منع کنه و حبس کنه و نگه داره. مواسات از عصبه به معنای دلداری، تسلا دادن، کمک کردن، یاری کردن، بخشیدن و دیگران را در مال و دارایی خود شریک ساختن. این معانی است که در لغت برای مواسات به کار رفته. مبنای مواسات به اینه که انسان ها به دلیل اینکه همه انسانن و به خاطر عاطفه انسانی که دارن باید متوجه همدیگر باشن و همدیگر در واقع در گرفتاری ها، در مشکلات، در واقع ناداری ها و فقر همدیگر کمک بکنن. بله. این که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نوشته بود که مردم را مثل گرگ که به جان گله میفته، به جان گوسفند میفته، اونا را گوسفند فرض نکن و خودت گرگ و بیفتی به جان اینها و در واقع از اونها استفاده بکنی، بلکه اینها هم انسانن، اینها هم مثل تو هستن، اینا صنفان دو گروهن، اخون لک فی دین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا مثل تو انسانن. لذا ما در مواسات اختصاص به این نداره که کمک و یاری ما به فقط انسانهای مؤمن و متدین و همسال اینها بشود. مواسات نسبت به همه انسانها هست، به ویژه انسانهایی که در واقع اهل ایمان باشن اولویت داره. بنابراین از این جهت خیلی مهمه که انسان هر نوع دارایی داره، این که در قرآن داره ينفقون مما رزقنا، از چیزی که خدا روزی کرده، اگه کسی مال خدا روزیش کرده و مال و دارایی داره، این را با دیگران شریک بسازه. یک کسی یک جاه و مقام و موقعیت داره، از این جایگاه و موقعیت و مقامش میتونه به نفع دیگران استفاده بکنه. بعضی ها خدمت شما عرض کنم که آبروی دارن، میتونن از آبروی خودشون حفظ کنن و استفاده کنن و به دیگران کمک کنن. بعضی ها ممکنه توان و نیروی جسمی و فکری داشته باشن، از نیروی فکری خودشان، از نیروی علمی خود و از نیروی جسمانی خود به نفع دیگران استفاده بکنم. در یک روایت نقل شده از امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه 43 سوره بقره که بحث زکات مطرحه که انسان ها باید زکات بدن، حضرت میفرماید که این زکات هم باید از مال باشد، هم از جاه باشد، هم از قوت البدن و هم از نیرو و امکانات. بعد فرمود که فمن المال مواسات و اخوان کل مؤمنین. زکات مالی اینه که شما در مسائل مالی با برادران ایمانی خودت مواسات بکنی، یعنی اونا رو شریک مال خود بسازی. بعد فرمود در جا اینه که ایصالهم الی ما یتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المتردده فی صدرهم،
میگه در یک شرایطی میبینی دیگران ناتوانن و در واقع به خاطر ضعف به حاجتهایشان نمیرسن، به شما میتوانی اونها رو دستشان رو بگیری به حاجتشان برسانی و گرفتارشان برطرف بشه و مشکلشان حل بشه. اینجا واسطه در واقع میشه، از آبروی خودت خرج میکنی. و سوم فرمود که و بالقوه، نیرو و توان خودش انسان چطوری استفاده کند. فرمود به این که معونت اخن لکه، بری کمک کنی، معونت اخن لکه، به برادر خودت کمک کنی. قد سقط همارهو، میری یک جایی میبینی که موترش سرک در بین جوب افتاده. بله آقا آستین بالا بزن کمک کن اینجا. بله، حالا اون زمان فرمود همار، حالا بگو موتر. بله من فرمود. بله من. یا نه رفته در مسیر حیوان خودشو گم کرده، مالشو گم کرده، قافله هم در حال رفتنه، کمک کن حیوانشو پیدا کنه، اموالشو پیدا کنه و او را یاری کن تا به قافله برسه. در واقع شما از نیروی خودت استفاده بکنید. بله. خدمت شما عرض کنم که تعبیر قرآن عجیبه که انسان‌های متدین، انسان‌هایی که بقان بنده خاص خداوند هستند، اینا نه تنها حقوق واجبه مالی رو پرداخت میکنن، زکات میدن، خمس میدن و امثال اینها، بلکه اینا در اموالشان پیش خودشان یک حساب مالی ویژه دارن برای کمک به دیگران. چه زیبا. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی محروم که نداره کمک میکنیم، ولی سائل ها دو دسته هستن. بعضی از سائل ها واقعا فقیرن، بعضی از سائل ها و متکدی ها و گداها ممکنه داشته باشن و عادت کرده باشن به گدایی. یه حتی اونها رو هم دستش رو رد نکن. و اما سائل فلا تنهر در سوره زها، به سائل تندی نکن. تا میتوانی کمک کن، نکن میتوانی بگو آقا دعا. مثلا خدمت شما عرض کنم که این یک چیزی من دیدم، یه وقتی در بعضی از جاها بعضی از مؤمنین تمرین کردن و تجربه هم کردن، آمدن بخشی از اموالشان را به نام نامی ولی عصر کنار میگذارن. میگن آقا مثلا من کم دارم، میگم 1% درآمدم هر چی شد 100,000 افغانی شد 1,000، 10,000 افغانی شد میشه 100 افغانی، میگذارم کنار به نام نامی امام زمان. هر چه بیشتر شد اون 1% زیاد میشه دیگه. بله، بله. شما میگی 2%، او آقا میگه 3%، هر چه شد. ولی خودش هست و خدا هست و امامش هست و اینجا قرارداد میکنه و اینو میگذاره کنار. بعد در مواردی که نیاز به مصرف و هزینه کرده هست، میبینه فقیری هست، میبینه مراسم مذهبی هست نیازه، میبینه هر جایی که احتیاج بود، بعد میگه آقا اینم مال من نیست. بله. این مال امام زمان علیه السلام به این به طرف وقتی کمک میکنه میگه این از طرف امام زمان. هم در واقع کمک کرده و هم فرهنگ دینی و معنوی و ارتباط با معصوم را در دل مخاطبان احیا کرده. بله. این که میفرماید فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، یعنی این که مشخصه، آمده مشخص کرده که آقا 1% اموال من مال امام زمان. بعد این رو میده به سائل، میده به محروم، میده هر جایی که لازم شد. میگن آقا اینجا مسجد احتیاج کمک میکنه، میگه تکیه احتیاج به کمک داره کمک میکنه، راه احتیاج به کمک داره، شفاخانه احتیاج به کمک داره کمک میکنه. بله. ولی بعد میگه که من به امام زمان دادم، حالا این پول امام زمان پیش من امانت، در این راه هایی که حضرت راضی هست ما هم استفاده بکنیم. بسیار عالی. در دعای مربوط به ماه شعبان اونجا نقل شده که حضرت میفرماید که ورزقنی مواسات من قدرت علیه رزقه. بله. قدرت علیه من رزقه. کسانی هستن که دستشون تنگه و توانایی ندارن، امکانات ندارن، میگه خدایا به من روزی کن که من بتوانم دارایی خودم رو با اینها شریک شوم. یعنی چی؟ یعنی اونها رو بیارم شریک مال خودم قرار بدم، اموال خودم رو یک بخشش رو در اختیار اونها قرار بدم. به ما وسعت علی من فضلک، به خاطری که تو به من لطف کردی،
فضل کردی، محبت کردی، وسعت رزق به من دادی. بله. به خاطر این وسعت رزق شکرش اینه که بخشی از این اموال در اختیار فقرا و افراد نادار قرار بگیرن. و در بعضی تعابیر خب کمک به مؤمنین، کمک به مسلمان ها و نیازمندان امثال اینا، ولی بعضی از ادله، آیات و روایات هست که حتی قید ایمان هم نداره. درسته. خدمت شما عرض کنم که در سوره ممتحنه خداوند متعال میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کفاری که با شما نمی جنگند و همینطور لم یخرجوکم من دیارکم، شما رو هم از خانه تان بیرون نکرده، خدا نهی نمی کنه که ان تبروهم، برین به اینا بر کنید، به اینا نیکی کنید، کمک کنید و تقسطوا الیهم، با اینا عادلانه برخورد کنید، ان الله یحب المقسطین، خدا میگه حتی نسبت به اینها هم انسان تا میتواند کمک بکنه، من این وجود ندارم. خدا با شما خیر. به توسط بزرگوار تشکر میکنم، خیلی بهره‌مند شدیم. بینندگان محترم، خوشمند هستم همراه ما باشید تا انشالله ادامه این مبحث ارزشمند در بخش بعدی و پس از میان برنامه کوتاه به اتفاق هم بشنویم. خوشمند هستم همراه ما باشید. باز هم تشکر میکنیم از شما بینندگان بزرگوار که همراه برنامه عارفانه هستین. موضوع صحبت ما درباره یکی دیگر از لشکریان عقل و در نقطه مقابلش هم از لشکریان جهل هستیم. مباسات با مؤمنین به ویژه در مال از مهمترین وظایفی است که خداوند متعال بر دوش مؤمنین گذاشته تا بتوانند با برادران دینی خودشان هم دردی داشته باشند. معنای زیبایی که پیشتر جناب آقای دکتر حسینی فرمودن از مباسات همین است که انسان در مشکلات، گرفتاری ها و سختی ها هم درد و هم کار برادران دینی خودش باشه و درد برادر دینی خودش را درد خود بدانه، مشکل او را مشکل خود بدانه و همانطوری که برای خودش تلاش میکنه تا مشکلش را برطرف بکنه، باید تمام امکانات خودش را به کار بگیره تا مشکل برادر دینی خودش را برطرف بسازه. این همان مباساتی است که از مهمترین وظایف ما نسبت به برادران دینی ما خوانده شده و جزء مهمترین لشکریان عقل هم محسوب شده. آجا خدمت شما هست. خدمت شما عرض بکنم که خود بخشیدن به دیگران، چون در عربی و متون منابع دینی ما خب چون اصطلاحات مختلف به کار میره، اینا طبقات و مراتب داره. بخشش و جود پایین ترین درجه است، مواسات درجه بالاتره، مساوات باز یه درجه بالاتره، جایی که دیگه شما شریک نمیسازید بلکه تقریبا میایم اموال تا 50-50 در اختیار دیم. بالاتر از همه اینها ایثار است و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، جایی که دیگه شما طرف مقابل رو بر خود ترجیح میدی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی خودش دوست داره، خودش نیاز داره، ولی بازم به دیگران انفاق میکنه. در این طبقات وقتی میبینیم مواسات طبقه دومه، یعنی هنوز به مساوات و ایثار نمیرسه. بله. یعنی بخشی از اموال یک طوری باشه که هنوز برای خودت استفاده میکنید برای، ولی اشکال نداره به دیگران هم در واقع از این امکاناتی که خداوند متعال در اختیارت گذاشته در اختیار دیگران هم بگذاری و اونها هم در واقع بهره‌مند بشن. به تعبیر قرآن مما رزقناهم اینا استفاده بکنن، یا تعابیر قرآن ما کسبتم طیبات، این تعابیر یعنی از مال خودت پاک باشه، نتیجه زحمتت باشه، خدا رسانده، پس بنابراین به دیگران هم بده. اون چی که به دیگران داده شود در واقع این می شود پسنداز برای روز مبادای انسان. در روایات و در آیات خیلی روی بحث مواسات تاکید شده، مثلا تعابیر خیلی عجیبه چون فرصت نیست من فقط اشاره میکنم، میگه مواسات الاخوان فی الله عز و جل، مواسات بکن ولی این برای خدا باشد، یعنی با نیت خالص. بله. مواسات المرء اخا، همه انسان ها رو برادر خود بدان، اونا رو بیار در اموالت مواسات بخرج بده، شریک اموال خودت قرار بده. المواسات لأهل الحاجه، ببین چه کسانی نیاز داره، دیگه نگفته مؤمن و غیر مؤمن. یا مواسات الفقراء، همه فقرا رو در اموال خودت شریک کن. یا مواسات الرجل اخاه فی ماله، مواسات
برادر دینی در اموال. خدمت شما عرض بکنم که یک روایتی رو من به صورت داستانواره عرض بکنم. یکی از یاران امام صادق علیه السلام میگه شب بود دیدم امام صادق از خانه برآمد، منم دنبالش حرکت کردم، در تاریکی دیدم یه چیزی از دست حضرت افتاد. حضرت نام خدا رو بر زبان جاری کرد، گفت خدایا این پیدا بشه، و بعد من رسیدم و سلام کردم به حضرت. حضرت فرمود بیا کمک کنیم چیزایی که افتاده پیدا کنیم. دیدم که تعداد نان پراکنده شده، این نانا رو جمع کردیم و بعد اون همیان و ظرف اصلی رو پیدا کردیم و حضرت آمدن بلند کنم، دیدم خیلی سنگینه. سنگینه. بعد حضرت گفت بده، گفتم آقا اجازه بده من این روی سر خودم بگذارم. حضرت فرمود نه، من اولای بینم که اینو هم بکنم. ولی بعد حضرت از من گرفت، گفت ولی تو هم بیا با من. رفتیم در یک جایی کنار مسجدی، یک سایبانی بود، تعداد فقرا بی خانمان ها اینجا شب خوابیده بودن. حضرت رفت زیر سر هر کدام به تناسب، حالا حضرت معیار چی بوده، بعضی ها رو دو تا نان، بعضی ها رو یک نان زیر کنار بالشتاشان گذاشت و برگشتیم. وقتی برگشتیم تمام شد و نانام تمام شد، خدمت حضرت عرض کردم که آیا اینا به حق و حقیقت ایمان و باور و یقین دارن؟ یعنی میخواست راوی بگه که آیا اینا شما رو به عنوان امام و ولی جامعه قبول دارن یا نه؟ حضرت فرمود که اگر قبول می‌داشتن ما اونها رو در همه زندگی حتی در نمک غذای خود شریک می‌کردیم. قبول ندارن، ما شبانه به اینا نان می‌رسانیم. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زی یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از معنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. آدمیت به همینه که به دیگران کمک کنی، بله. با درد دیگران درد بکشی، با رنج دیگران را در واقع احساس بکنه انسان. این که سید الشهدا علیه السلام رفت دیدن یکی از صحابه کرام، اسامه ابن زید. زید پسر خوانده پیامبر بود، اسامه به هر حال پسر زیده، و در حال مریضی و جان کندن دید خیلی آشفته و نگران. حضرت فرمود چه؟ گفت من 50,000 درهم، ظاهرا گفت من بدهکارم، 60,000 درهم عذرخواهی میکنم، 60,000 درهم بدهکارم، میترسم بمیرم و این دین به گردن من بمانه. حضرت فرمود دین تو به گردن من، به ذمه من ادا میکنم. گفت آقا میترسم وقتی میمیرم هنوز ادا نشده باشد. حضرت فرمود من قول میدم که قبل از اینکه عزرائیل سراغ شما بیاد پرداخت بکنم، و پرداخت هم کرد. امثال اینا انفاقهای اونچنانی نسبت به سایر اهل بیت علیهم السلام هم این تعابیر وجود داره. شهریاری که به شب برقع پوش، میکشد بار گدایان بردوش. ناشناسی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب. این فقط مخصوص امیرالمومنین نیست، سید الشهدا هم وقتی غسل میدادن روی شانه هاش زخم بود، امام سجاد هم وقتی بدنش رو غسل میدادن شانه ها زخم بود، چون شبانه بار هم میکردن به فقرا میرساندن. و این به ما، برای ما درس است که چگونه اموال خودمون رو به دست دیگران و نیازمندان برسانیم و اونها هم از مال و اموالی که ما داریم استفاده کنیم. به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرماید انسان باید با دیگران با مهربانی و با عطوفت تعامل بکنه. انما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم. مؤمنان با هم مهربانن، رحمت دارن به هم، تعاطف دارن، عطوفت دارن، مهربانن. به منزلت الجسد الواحد، بله. مثل اینکه یک بدنن، بله. انسانهای مؤمن به دیگران هم باید کمک کرد، ولی نسبت به انسانهای مؤمن اصلا اون بخشی از پیکره و وجود شماست. اذا اشتکا منه عضو واحد، اگر یک عضوی مشتکی بشود، شکایت بکند، ناراحتی داشته باشد، تداعا له سایر الجسد،
بقیه اعضای جسد میان حمایت میکنن، کمک میکنن و سعی میکنن که اون درد و الم و رنج را کاهش بدن. بله. و این چیزی است که در واقع از ما به عنوان مسلمان مؤمن پیرو اهل بیت هم خواسته شده. امام باقر فرمود یا ابا اسماعیل، به یک از یارانشون فرمود ارعیت من قبلک اذا کان الرجل لیس له رداء و عند بعض اخوانه فضل رداء. خلاصش عرض بکنم، گفت که آیا می شود در بین شما هستن کسی یک نفر چپن خوب داره برادر ایمانش نداره، این لباس خوب داره اون نداره، این کفش خوب داره اون نداره، آیا می شود اینا به همدیگر کمک میکنن یا نه؟ وقتی دید برادرش نداره، این دوتا چپن داره که به اون میده، این دوتا کت داره اون نداره به اون قرار میده، این دوتا کفش داره اون کفش مناسب نداره، آیا چنین هست یا نه؟ از گفت اگر این طوری باشن اینا با هم برادر ایمانی هن. و اگر نباشن اینا برادر ایمانی گفته نمیشون. بسیار عالی، تشکر میکنیم بازم جناب آقای دکتر حسینی. بینندگان محترم همراه برنامه خودتان باشین، پس از یک مناجات زیبای دیگر بازم انشاءالله فرصت داریم که در دقایق باقی مانده در باره اهمیت مباسات با عنوان یک لشکر مهم از لشکریان عقل صحبت بکنیم. با ما باشید. انشاءالله که از دیدن این مناجات زیبا لذت برده باشیم. بینندگان عزیز واسم در خدمتتون هستیم تا در دقایق واپسین برنامه بیشتر درباره مباسات بدانیم و انشاءالله که به این وظیفه مهم دینی انشاءالله که جامعه عمل بپوشانیم، چرا که بحث مباسات از آن دست کارها و دستورات دین مقدس اسلام است که چنانچه در جامعه اسلامی پیاده شد و به همه آحاد مسلمانان به این وظیفه جامعه عمل بپوشانن، رنگ و رخ زندگی ما متحول خواهد شد و دیگر نسبت به درد و رنج و آلامی که دیگران میکشن هیچ وقت از کنیم که بی تفاوت نخواهیم بود، بلکه درد اونا را درد خود احساس میکنیم و تلاش میکنیم که برای رفع هموم و گرفتاری های مردم به ویژه برادران مؤمن و مسلمان خود تلاش بکنیم. آقا در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض کنم البته ما غیر از مواسات، مواسات دیگه هم داریم، به خصوص در بحث‌های معرفتی و همینطور در سیره اهل بیت علیهم السلام. مثلا راجع بحث محرم چون در پیش داری، بحث مواسات مطرحه، هم در سیره خود سید الشهدا، هم یاران سید الشهدا و هم جوانهای بنی هاشم. مثلا شما حساب کنید که شب عاشورا سید الشهدا وقت سخنرانی میکنه میگه من واسانا به نفسهی، کسی که ما را اولویت بدن نسبت به جان خودش، کان معنا غدن، فردای قیامت در بهشت با ما هستن. هر وقتی میگه توبه میکنه میگه آقا حالا ما هم بخشیدیم، میگه نه من میخوام مواسات کنم لکه به نفسی. در زیارتنامه حضرت ابوالفضل عباس این طوری است که حضرت میگه که مواسات کرد با برادرش، فلنعم الاخ المواسی. اصلا کارش این بود که همیشه برادرش رو مقدم میداشت برای خودش و خطرها رو او میرفت به جان میخرید. خب این هم یک بحثه که در مقابل، یعنی فقط این نیست که در مسائل مالی و مادی انسان دیگران رو بر خود مقدم بکنه، اونا رو شریک مال خودش قرار بده، بلکه در جاهای دیگه هم این هست. باید ببینیم چه موقعیتی کجا و نیاز است. نکته بعدی که خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم راجع به آثار و پیامدهای مواسات مادی است. همین مواسات مادی هم آثار عجیبی داره، در تعابیر روایات نقل شده که باعث می شود که اندوه و غم از انسان مرتفع بشود. تعبیر اینه که فرج الله عنه کرب دنیا والآخره. بله. اگر شما یک کربی را از یک برادر ایمانی دور بکنی، خداوند متعال گرفتاری های دنیوی و اخروی و رنج های و غم دنیا و آخرت را از دل انسان کنار میبره. نکته دوم که در روایات نقل شده اینه که از این طریق اگر انسان قصد قربت هم داشته باشه به خدا نزدیک میشه، بدون شک. بله. مقرب درگاه الهی میشود.
فرمود تقربوا الى الله تعالی به مواسات اخوانکم. امام صادق فرمود از راه مواسات با برادران ایمانی به خدا نزدیک شوید. تعبیر بعدی و اثر بعدی که وجود داره اینه که کسی که اهل مواساته علاوه بر این که وارد بهشت می شود، اونجا با در واقع غفران الهی شامل حالش شده و رضوان الهی هم شامل حالش می شود. یعنی با غفران و رضوان، و رضوان من الله اکبر. امام عسکری علیه السلام فرمود در تفسیر آیه و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، اینجا می فرماید مساکین یعنی کسانی که دیگه زمین گیرن از لحاظه، وقتی شما به اینها در واقع کمک میکنی، تعبیر حضرت اینه که اینها خداوند متعال از اون طرف فردای قیامت اون چنین پاداش رو به انسان میده. خدمت شما عرض کنم که میفرماید که فهوه من سکن از زر و الفقر حرکتهو، میگه فقر و گرفتاری اصلا این حرکتش رو از او گرفته و این آدم به یک جایی در واقع افتاده، انگار دیگه توان حرکت و نه اینکه حرکت جسمانی، حرکت به معنی واقعی اجتماعی حیات در واقع نافع نداره. درست. و انسان به این آدم اگر کمک بکنه، حضرت میفرماید که وسعه الله علی جنانه، خداوند بهشت رو برای انسان وسیع میسازه. و انا له غفرانه، غفرانش را به او شامل حال او میکنه، او را به غفران خودش میرسانه. و رضوانه، این یکی از پاداشا. در روایت دیگر هست که یکی از آثار مواسات توسعه در رزق و روزیه. شما بده تا خدا بدهد. امیرالمومنین میفرماید مواسات الاخ فی الله تزید فی الرزق، روزی را زیاد میکنه. آقا میخوای روزی بکنی، تو بده تا خدا بدهد. درسته. و پنجمین مورد هم فرمودن کسی که مواسات بکنه با برادران ایمانی در بهشت با سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام محشور میشود. حضرت همون در بحث شب ماه شب عاشورا فرمود اگر مواسات بکنید با من، کنار من هستید و با هم هستید. بله. و این مواسات کردن، عرض کردم که عرصه وسیع داره، از مواسات با اعضای خانواده و عیال شروع می شود، مواسات با برادران ایمانی دایره بعدیست، مواسات با بقیه انسان ها، مواسات با فقرا، مواسات با نیازمندان و مواسات با همه کسانی که مثل ما هستن. بله. و این چیزیست که در آیات و روایات روی زیاد تاکید شده. و یکی از مواردی که خیلی تاکید شده مواسات با همسایگانه. تعبیر اینه که ما آمن بالله من بات شبعان و جاره جایه. اصلا انسان ایمان به خدا نداره اگر شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. یا همون تعبیر دیگه که الذین هم یراؤون و یمنعون ما اون به کسی کمک نمی کنه. بله، من می کنه. من می کنه. و نقطه مقابل در واقع مواسات منعه. این که انسان اموال جمع کنه، حرص و طمع و برحال این همه تلاش بکنه و بعد هر کسی دست دراز بکنه یا بفهمه دیگری، ولی اون که دست دراز نکرده باشه، اظهار نیاز نکرده باشه، ولی ما که می دانیم نیاز داره. درسته. وقتی میدانیم باید کمک کنیم. یک نفر از علمای بزرگ دیده بود یک منطقه ای، به حال به شاگردش گفت که این همسایه شما نیاز داره، برو کمک کن. بعد برو مؤاخذه کرد که خودت چرا کمک نکرد؟ گفت خبر نداشتم. گفت که خبر نداشتی مؤاخذه میکنم، اگر خبر میداشتی همسایه مسلمانت نیاز داره کمک نمیکردی، که اصلا در دین و ایمانت شک بود. خدا به شما خیر بده، فرصت برنامه به اتمام رسیده و الا خیلی بحث ارزشمند و زیبایی هست و میتونستیم بیشتر درباره من که نقطه مقابل مواسات است صحبت بکنیم. امیدوار هستیم که انشالله به همین مقدار باعث شده باشه که انگیزه پیدا کرده باشیم برای این عمل زیبای دینی و در واقع وظیفه ای که پروردگار متعال بر دوش ما گذاشت. حاجا تشکر میکنیم از فرمایشات شما. بینندگان بزرگوار، از همراهیتان سیمانه سپاسگزار هستم. از خداوند متعال میخواهیم که ما را در مسیر طاعت و بندگی خودش و انجام وظایف دینیمان کمک بکنه. ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. خدا نگهدار شما باشه.